که 3 نفر به اتهام حادثه انفجار در موتر یماسیاوش دستگیر شده. شما حالا دیگه من گپ نمیزنم، شما خودتان قضاوت کنید. شما عزیزای ما هستین، مردم ما هستین که رئیس جلسه هم چه رقم جلسه است که آقای سرور دانش معاون اول معاون دوم رئیس جمهور رسانه ها را جمع میکنه پیش روی ما و رئیس امنیت دولتی. 1 ساعت پیش یا نیم ساعت پیش از اون گفت که 1 نفر پیش ما اگه میخوای عکسشون در موتر است من شما میگم. در رادیو اعلان میشه 3 نفر. طوری که میدانید داوود سیاوش خبرنگار چیره دست افغانستان و پدر بکتاش و یما سیاوش در آلمان درگذشت. اما بکتاش سیاوش مرگ پدرش را مرموز گفته بود و از پلیس آلمان خواهان پیگیری قضیه شده بود. اما بعد از این ماجرا پلیس آلمان که در تحقیقات ابتدایی گفته بود هیچ نشانه ای از خشونت دیده نشده. خبر تازه دیگر در صفحات معتبر نشر شده و نتیجه کالبدشکافی داوود سیاوش را پلیس آلمان اینگونه اعلان کرده است. پلیس آلمان اعلان کرده است که پس از دستور فوری کالبدشکافی جسد هیچ نشانه و مدرک خشونت‌آمیز و جرم در پیوند به مرگ محمد داوود سیاوش نویسنده افغانستان دیده نشده است. پلیس آلمان گفته است که داوود سیاوش ساعت 7 شام روز یکشنبه 26 سنبله از منزل خود واقع در شهر فورت ایالت بایرن بیرون شده و جسدش را پس از 3 روز عملیات جستجو از دریا پیدا کردند. پلیس آلمان همچنان گفته است که در عملیات جستجوی داوود سیاوش از یک چرخبال، سگ ردیاب، دوربین‌های هوایی، افسران پلیس سوار بر اسب و نیروهای آتش‌نشانی با قایق استفاده کردند. بکتاش سیاوش عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان شب گذشته اعلام کرده بود که پدرش 3 روز پس از ناپدید شدن به شکل مرموز کشته شده و جسدش توسط پلیس پیدا شده است. با اینکه داوود سیاوش چگونه جسد بیجانش از دریا پیدا شده هم یک سوال است که واقعا چگونه همچین اتفاق رخ داده است. شمار زیاد این کار را کار افراد ویژه‌ای می‌دانستند که احتمالاً در مرگ داوود سیاوش دست داشته بودند، اما با اعلان پلیس آلمان انگار این قضایا بسته شدند. برای مرحوم داوود سیاوش جنت الفردوس آرزو دارم.